زمان رو شهیدان شمایی خوابه و سیاوش و میرزا کوچیک خان شمایی خون ستار و مصدر تو رگاتون جاری بابک و مسلم و لیس و سر بداران شمایی از راه میرسه فردای پیروز شما میشکن ظلمت شبها میشه نوروز شما سر میاد دور شب اندیش جهارت پیشه شعله بر میشه چراغ فلک افروز شما این جوانان وطن وقت سرافرازی ها همیهنان گرامی به شما سلام میکنم به برنامه پند تاریخ خوش آمدید امروز چهارشنبه ببخشید امروز یک شنبه چهارم اسفند ماه بله میبخشید که اشتباه کردم امروز یک شنبه چهارم اسفند ماه 1392 یا 23 فوریه 2014 میلادی است همانطوری که میدانید دیروز روز سوم اسفند یادآور کودتای سیاهی بود که در واقع بنیاد برباد رفتن ایران رو باید سراغش رو در اونجا بگیرید همان که رضاخان قلدر رو که حتی امضای خودشان رو نمیتونست بکنه انگلیس ها بر سر کار آوردن تا بساط مشروطه و قانون اساسی با خون جگر مردم ایران به دست آمده رو پایمال کنن ما
با این توضیح، زیرا که نمیخوام وقت آقای دکتر محمود دلخواسته رو زیاد بگیرم، اگه یادتون باشه در برنامه گذشته با آقای دکتر محمود دلخواسته صحبت از این بود که استبدادهایی که تاکنون بر سر کار آمده بعد از مشروطیت، اولیش همون استبداد رضاشاهی و بعد استبداد محمد رضا شاهی و همکنون استبداد سیاه قرون وسطایی در این حال ایران بر باد ده ولایت مطلقه فقیه، در این موارد صحبت می کردند آقای دکتر دلخواسته. من از ایشان صدا می کنم کمی حداقل یا تمام برنامه را حتی جا داره، بستگی به نظر ایشان داره، که در مورد این انقلاب بر علیه ایران در واقع که همونطوری که اشاره کردم رضاخان رو به کار گماردن با ما سخن بگن. آقای دکتر، من میکروفون رو به شما واگذارم. با سلام به شما و هموطنان عزیزم. بله، کودتای رضاشاهی که در واقع کودتای بر ضد اهداف انقلاب مشروطیت، البته نقش قدرت خارجی در این در مورد که اصلا شک نیست و تمام اسناد و اینها وجود داره و اینها، بلی یه مسئله که اصلا اینه که این کودتا واقع نمیشد، یعنی البته قبل از این که انگلیس ها به وسیله رضاشاه کودتا کنن سعی کرده بودن که از طریق افراد دیگری این کار رو انجام بدن که اونا موافقت نکرده بودن، ولی آقای رضاخان این رو پذیرفته بود. ولی اینکه چطور این کودتا تونست انجام بشه و مثلا در چه شرایطی ایجاد شد که به اصطلاح در اون شرایط فضا ایجاد شده بود که تعداد زیادی از کسانی که در انقلاب مشروط دست داشتن در اوائل حداقل از این کودتا استقبال کردن، علت چی بود که چنین استقبالی در اوائل انجام شد؟ علت اصلی، البته علل بسیار زیادی داره، ولی یکی از علل اصلی اینه که هنوز در ذهن این بسیاری از این مشروطه خواه این بود که قدرت رو فکر میکردن ما قدرت به طرف این قدرت وجود داره، قدرت خوب و قدرت بد، و طریق و اینکه فکر میکردن که از طریق قدرت رضا شاه که در اون مقام قرار گرفته از اون میتونن استفاده بکنن برای رسیدن به اهدافی که مشروطه براش انقلاب انجام شده. البته من لاجرم باید این توضیح رو بدم که قدرت خوب وجود نداره. البته شما درست میفرمایید، دردیه که نخبگان ما از اون بسیار، یعنی البته که مسئله جهانیه، ولی نخبگان ما از این بسیار رنج میبرن که همیشه فکر میکنن قدرت خوب هست، قدرت بد، و میشه از طریق قدرت خوب عمل کرده شده، در حالی که قدرت زاید، چون قدرت خودش برخلاف آزادی از خودش حیات نداره، قائم به ذات نیست، نتیجه رابطه هست. آقای دکتر، من باز هم لاجرم باید عرض کنم که آقای دکتر بنی‌صدر یک صحبت بسیار بسیار جالبی برای من که بسیار شنیدنی و آموختنی بود بر سر مسئله قدرت کردن، کمکنون روی سایت چه باید کرد هست، و من از بینندگان و شنوندگان صدا می کنم حتما این کلیپ رو که روی سایت هست ملاحظه بفرمایند تا اونجا که من عرض کردم قدرت خوب وجود نداره و آقای دکتر دلخواستم تایید می کنن با دلائل بسیار محکم آقای بنی‌صدر این رو کاملا باز کردند.
توجه شما رو به اون کلیپ جلب میکنم. بفرمایید آقای جان. بله، فقط خیلی خلاصه بگم چون قدرت در رابطه سلطه ایجاد میشه، یعنی دو طرف در این رابطه وجود داره، یک طرف که میخواد سلطه رو برقرار کنه، از طرف دیگه که سلطه رو میپذیره. اصلا این فعل پذیر بودنه، اصلا این که جامعه که بپذیره که بر اون سلطه انجام بشه. یعنی اگه اون چون مثلا اگر دو طرف نباشن اون قدرت ایجاد نمیشه. بله، یک طرف قضیه نباشه انجام نمیشه، درسته. اگر اون جمعی میپذیرن که اون سلطه را رابطه سلطه بر اون اعمال بشه، برای همینه که در استعمار اولین کاری که از نظر تاریخی هر استعماری، هر قدرتی که مثلا در به طور کلاسیک کشورهای دیگر فتح کرده و مناطق دیگر رو در اختیار خودش گرفته، اولین کاری که باید میکرده این بود که کرده این که در به طور کشور مردم فتح شده تحت تسلط قرار گرفته احساس حقارت ایجاد بکنه، کار حقیر بکنه، باید بفهمد که اونها تحت سلطه هستن و چاره جز اطاعت از قدرت برتر ندارن. چه حرفی زدید، بسیار نکته مهمی آنچه که شما میگید. چون تا زمانی که مردم اون روحیه رو نداشته باشن، اون روحیه در ذهن مردم نباشه که اینها نقشی جز این، چون قدرتی از خود ندارن، توانی از خود ندارن، چاره ای جز اطاعت از قدرت برتر ندارن، و چون به اون قدرت برتر رو از خودشون به اصطلاح از ما بهترون بدونن. که مثلا نمونه خیلی به اصطلاح اخیرش مثلا نیروهای استعماری، از طریقی که نیروهای استعمار تونست در اروپا، در آسیا، در آفریقا و مقدار زیادی در آمریکا جنوبی خودش اعمال بکنه، بیشتر دیگه از جنبه نظامی وارد نمیشد. اون جنبه به اصطلاح روانی اینا، اون به اصطلاح اون حالت حقارت و اینکه اون خود به اصطلاح اون بزرگبینی نیرو و قدرت و فرهنگ غربی رو چنان ایجاد شده بود که اصلا بدون مقاومت، نه تنها بدون مقاومت بسیار تحصیل میشدن، برای اینکه و در بسیاری به استقبال میرفتن، میخواستن که اونا رو وارد بکنن که بیاید ما رو متمدن بکنید، ما رو غربی بکنید، ما رو آدم بکنید. خب البته آقای دکتر، برای اینکه اگر کسی نداند باید اشاره بکنم من که نمایندگان مردم ایران، بعضی از نمایندگان حداقل و در رأس آنها زنده یاد دکتر محمد مصدق، زیر بار این نرفت و مفصل داستانش که در سایت چه باید کرد به اون اشاره شده، کتاب هایی هست در این مورد در کتابخانه، همینان میتونن مراجعه بفرمایند که چگونه زنده یاد دکتر محمد مصدق ایستاد در برابر روی کار آمدن رضا خان. بفرمایید. بله، علت ایستادگی چیه؟ برای اینکه میدونه که احزاب این، یعنی مثلا متاسفانه از مشکلاتی که ما در مثلا در انقلاب مشروطه بر ما پیش اومد و در انقلابات بعدی هم، کسانی که به اون اهداف انقلاب وفادار موندن بسیار محدود شدن، بسیار محدود. یعنی انقلاب مشروطه شما که نگاه بکنی بعد 3-4 سال شما دو نفر رو میبینی که واقعا در دستر رهبری به این اصول کاملا وفادار موندن. درست. از در فضای فرهنگیش به خداست. بله. فضای سیاسیش مصدق. درسته. به خاطر همون بینشی که مصدق با کودتا مخالفه، با کودتا مخالفت میکنه، در حالی که نچندان کمی از کسانی که در مثلا انقلاب مشروطه دست داشتن و عمل کرده بودن پذیرفته بودن در اون اول که از طریق رضاشا عمل بکنن، چون فکر میکنن از طریق این قدرت میتونن به اون مقداری از اون اهداف انقلاب مشروطه رو برآورده بکنن. درست. در حالی که این رو به این اصل دقت نکردن که زمانی که شما میخوای قدرت رو برای خودت استفاده کنه، این مطلب است، قدرت پویایی خودش رو داره.
قدرت اون به صلاح اون نیازهای خودش رو داره، اون قدرتی که شما در اختیار خودش میگیره، قدرتی که شما فکر میکنی از طریق قدرت عمل میکنی، در حالی که قدرت برای که قدرت بدونید دینامیسم خاص خودش رو داره، قواعد خاص خودش داره، و برای اینکه خودش رو حفظ بکنه و خودش رو رشد بده و تمرکز ایجاد بکنه و اینا، این شما رو در اختیار خودش میگیره. یعنی امیر تاریخ ما که مثلا مستبد ها بسیار کاران میکنن که خودشون نمیخوان انجام بدن، ولی مجبورن برای اینکه قدرت رو حفظ کنن اون کار رو انجام بدن. مثلا فرضاً شاه عباس نمیخواست پسرش رو کور بکنه، ولی از اون ترسی که نکنی تاج و تختش در خطر بیفته این کار انجام میده، یا نادرشاه یا مثلا وضعیتی که در رابطه با قدرت پیش میاد. هم اکنون رو چرا مثال نمیزنید؟ هم اکنون ببینید هر دروغی رو برای مثال جمهوری اسلامی به مردم میگه، برای اون که اون دروغ رو پابرجا بکنه میاد یه دروغ بزرگتر از اون میگه، و یکی پس از دیگری دروغهای بزرگ و بزرگ و بزرگتر، و همه برای اینه که بر قدرت باقی بمون. چون دروغ نمیشه چون دروغ وجود نداره. برای اینکه وجود نداره باید یک لایه، برای اینکه مثلا الان این صحبتی که شما کردید نمونه کلاسیک دروغگوییه. کسی که دروغ میگه برای اینکه دروغ وجود نداره، برای پوشاندن اون دروغ مجبوره یک دروغ دیگه بسازه. درست. برای اون یک حالت مثلا لایه که مثلا چطور، برای اینکه دروغ در هستی وجود نداره، چون وجود نداره باید یک لباسی از حقیقت تنش بکنه که حداقل اون طرف رو بتونه اون رو چیه اون رو باور بکنه. حالا در این حالت رضا شاه چه به اصطلاح پیامی رو حمل میکرد، عرضه کرده بود که مقداری رو جذب کرده بود. مسئله این بود که فکر میکرد، البته دلیل یکی از دلایلش به نظر من این بود که اون اومده بود نظم رو برقرار کرده بود که وجود نداشت، و خب مردم این نظمی که ایجاد شده بود فکر میکردن که خب این اگر، یعنی مردم که دی فکر میکردن که این به نخست وزیری هم برسه قراره که همچنان همون آدم خدمتگزار باشه، در حالی که این نبود. بله چون علتی که فکر میکردن از این طریق میشه عمل کرد، برای اینکه انقلاب یک تجربه اجتماعیه، یک تجربه است. برای اینکه تجربه رو به نتیجه برسونید باید این رو ادامهش بدید، ولی زمانی که این رو ادامهش ندید و رها کنید مشکلات برخورد کنید، به جای اینکه راه حل پیدا کنید که چطور این مشکلات رو حل بکنید، به جای کوشش در یافتن راه حل ناامید بشید و یا دنبال راه حل آسون بگردید. بله. این مشکلیه که براتون راحت پیش میاد. دیکتاتور میاد، آدم میاد که میگه بله من میام نگو برقرار میکنم، این کارو میکنم اینا، در حالی که آیا این جامعه واقعا دست توانا نبود خارج از 1200 نفر قزاق بله اینها بیان برای جامعه نظم برقرار بکنن، یعنی در جامعه در میان به اصطلاح قشرهای مختلف جامعه یک چنین توانی نبود که نظم خودشون برقرار بکنن. بود، البته که بود، ولی اینها دنبال راه حل راحت میگشتن. درست. دنبال راه حل میگشتن که به طور راحت از طریق مثل همین حالتی که مسئله که اصلاح طلبی در ایران هستش، یکی از علالی که این گفتون اصلاح طلبی با این که بارها نشون داده که شکست خورده و هنوز در جامعه وجود داره، برای اینکه اصلاح طلبی از فرد که اصلاح طلب تنها تلری که میکنه که هر چند سال بره یه رأی بندازه. درست. مسئله دیگه ای ازش انتظار نداره. درست. اگر قصد تغییر داشته باشیم که میگه به صورت اگر این اصلاح طلبی رو انجام این راه نیست، راه حلش سرنگونی این نظامی که اصلاح رو نمیپذیره، اون موقع چیه؟ اون در اون زمان به صلاح جامعه اون فرد باید از خودش عمل نشون بده، باید از خودش اعتماد به نفس نشون بده، باید زحمت بکشه، کار بکنه و اینا تا بتونه به یک جای خودش رو
یعنی به صورت در اثر کار رو انجام دادن اینا، خب البته این زحمت داره دیگه، این مسئولیت تدریس داره، ریسک داره و اینها، و خب خیلی این کار رو نمی کنن. و بر همین که علت اصلی که این مسئله گفتمان اصلاح طلبی تا سطح وسیعی در جامعه وجود داره، برای اینکه راحته. اون جامعه هم در اون زمان به جایی که خودش مسئولیت رو به گردن بگیره و به صلاح سعی کنه که امنیت خودش از طریق انجمنهای محلی و اینها به صلاح ایجاد بکنه، از طریق این قوه نظامی قضا اونا این کار رو میکنن برام و هیچ و خیلی هم خوشحال شد. ولی البته در نتیجه که دیدیم که چون قدرت اون پویای خودش داره، رضا شاه آیا زمانی که اومد کودتا کرد آیا در این فکرش بود که این میاد سلسله پهلوی رو ایجاد میکنه؟ نه ولی شرایط که برایش ایجاد میشه چون این کار نکنه، مثل ناپلئون بود دیگه که دیگه کلاه سلطنت تاج سلطنت رو زمین افتاده بود، من برای بله اینا این شرایط برای ایجاد توی مثلا آقای خمینی زمانی که مثلا قانون اساسی پیشنویس قانون اساسی رو امضا میکنه و که در اون هیچ ولایت فقیه وجود نداره و میخواد این بده فران قدرت بشه، در اون زمان یا حتی در زمانی که در 10 سال قبل زمانی که ولایت فقیه تدریس میکنه، خودش در اونجا میگه این حرفا که الان میدن شاید 500-600 سال دیگه به نتیجه برسه. یعنی خودش هم باور نداره که در چه موقعیت چی قرار بگیره. چطور در این موقعیت قرار میگیره؟ به دوشا نخبگان اطرافش شرایط ایجاد میکنن براش. بله اگر نخبگان اطراف براش، اگر ما بدون یک مدرس 5-6 تا مدرس داشتیم، درسته که در هر جایی که اول جایی که پامش خطا گذاشت جلوش میستادن، مگر دوشا میتونست رضاخان میتونست رضاخان شاه بشه؟ اکثرا همراه شدن یا از ترس یا از طمع یا برای که به خسارت دادن باش همراهی کردن، و این هم دیگه شرط برایش فراهم شده. خب فراهم شده چه کاری نکنه؟ یعنی این خیلی درش مثلا چه نبوده شده، یعنی اون محیط اون فرهنگ اون به صلاح حضور بعد آدم ها فرق میکنن، بعد مثلا فرهنگ و اینا درسته. برای مثلا دکتر مصدق هم شرایط فراهم بود به مراتب بیش از رضا خان. بله. ولی چرا نکرد؟ برای اینکه با اساس باورش، یعنی برای مصدق به اهمیت استقلال و آزادی و رابطه این و اینکه اینها رو پیش شرط روش جامعه میدونه، و اینکه هدف اولش عشقش وطنش بود، خودش هدف مردم بودن. بله مردم ایران واقعا. بله اون مردم رو واقعا دوست داشت، وطن رو واقعا عاشقش بود، یعنی از خودش خارج بود، یعنی خودش هدف فعالیت خودش نبود. در حالی که در فضای سیاسی اسد جا ما همین الان مثلا سخنرانی نخست‌وزیر سابق اوکراین که از نانات داشته بود که من گوش میکردم، اینا دیدم تمام حرفاش همش خودش رو به هدف خودش، این هم بگه من دستو میدم اینا. ولی مذارم اینه که این بر امثال مصدقی که برایشون هدف خودشون هدف فعالیت سیاسی نبودن، ایدئالهایی داشتن، آرزوهایی داشتن، هدفهایی داشتن که خارج از اینها بود و خودشون رو در رابطه با اون اهداف رو که معنی میکردن. خب امثال این مثلا بر همین مصدق یه چه نقشی رو نمیپذیره، معلومه که اگر میپذیره که دیگه مصدق نبود. درست. ولی خب این نمونه خیلی که ولی برای رضا شاه هدف فعالیت و اینا، حالا مثلا میگه من وطنم رو دوست داشتم و فلان، اینا در کنار اون وطن دوستی اون روزی های بی سابقه و 4000 به زمین رو قبولش رو از آن خود کردن و اون وضعیت رو که ایجاد کردن اینا، ولی این موقع در موقع هدف و روش و عمل رو که نگاه میکنیم اینکه هدف خودشه، روش خودشه و هم مرکز خودشه،
یعنی جز خودشه، هر چیز همه چیز تابع متغیر خودشه. ولی مصدق اینطور نیست. مصدق براش وطنش، یعنی بله آماده بود، همونطوری که بارها هم عمل کرد هم گفت، او آماده بود که جانش رو کف دستش بگذاره و به نوعی گذاشت و پیرو راه او و نزدیکترین کسی که به او بود زنده یاد دکتر فاطمی ثابت کرد و جان بر کف نهاد برای رهایی ایران. بله و ایران به چنین انسان‌های احتیاج داره. ایران موقعیت تاریخی ایران، موقعیت سقوط‌جشی ایران، موقعیت منطقه ایران، ما در منطقه قرار داریم در که به صورت چه میگن چهار راه حوادثه. هر کشوری در طول تاریخ مرکز تحول، مرکز تصادم، مرکز عبور فرهنگ‌ها و تمدن‌ها این کشور بوده که نقطه پیوست سه قاره قدیم اینها، این کشور که تونسته در طول تاریخ استمرار تاریخی بیاره. درست. در طول تاریخ اکثریت کشوری که تاریخی به طول هر زمان که ایجاد شدن، اصلا ما باید دنباله که اینا ایچ کشوری حکومتی جایی بوده، باید دنبالشون دنباله چی میگن در اون از طریق اون تیشه کاوشگران و باستانشناس و در برای کشف اونا باشه. ولی ایران به عنوان یک بودن، یک به صلاح بودن تاریخی و فرهنگی، استمرار تاریخی آورده. آقای دکتر باید خدمتتون عرض بکنم که بیش از 4 یا 5 دقیقه به پایان این بخش نمانده، فقط خواستم اطلاع بدم. بفرمایید. و اینو من حقیقی صحبت رو به اینجا رسوم به که از علتهای دو علت اصلی داشته که تونسته که این کشور استقلال تاریخی بیاره. یکی اینکه به اصل اهمیت استقلال پی برده، استقلال عمل پی برده. یعنی مسئله استقلال جزء اون فرهنگ جامعه و جزء اون روانشناسی جامعه ایجاد شده، به طور در اون جامعه با اون وجدان جمعی جامعه این همانه جسته. برای همین در رقابت های داخلی پناه بردن و کمک گرفتن از قدرت خارجی برای مثلا اختلافات داخلی همیشه یک نقطه نحسی بوده که به طور اون کسانی که بهش متوسط می شدن از نظر فرهنگ جامعه حذف می شدن. یک شخصیت محبوبی که به قدرت خارجی پناه برده باشه و از طریق قدرت خارجی در به طور سعی کرده در وطن به قدرت برسه که محبوب جامعه باشه وجود نداره. برای اینکه این مسئله به طور دیدگاه بسیار منفی جامعه بهون باشه. مطالعه که این که ایران از طریق قهرمانان، یعنی پهلوانانی در این جامعه بودن، یعنی در جامعه که قهرمانان باید باشه و در پهلوانان بتونن که جامعه رو در مقابل کشور رو در مقابل انینان حفظ بکنن، برخلاف صحبته که میکردن که بعد مثلا چون میگن بدبخت ملتی که به قهرمان احتیاج دارد و جب صحبت این بیست و ابده صحبت رو کسانی میکردن که خودشون هیچ دلشون از شجاعت و رشادت و صداقت وجود نداشت و برای توجیه عدم توانایی خودشون و زبونی و عجز خودشون و قهرمانی رو نفی میکردن، در حالی که تاریخ ایران بدون قهرمانان وجود نداره. رستم مظهر استقلال ایران، مظهر قهرمانی ایران. آفرین به شما. و این که نه فقط اینی که در اون به اصطلاح این اینو در شاهنامه به اصطلاح فردوسی این رو عرض کرده، این که در وجدان تاریخی و وجدان حافظه جامعه وجود داره. به همین دلیل وجود داره. به همین دلیل وقتی که از فردوسی میگید تا کنون این و فردوسی ها، مصدق ها، فاطمی ها، اینها شکل دادن فرهنگ جامعه رو. بله بله. اینها این پهلوانان در
حکرون در صحنه خودشون. درسته. این به طور ایران رو در طول تاریخ حفظ کردن و روش دادن و ازش در زمانهای دیگر ازش دفاع کردن. مثلا اینکه ما به اینا احتیاج، ما به پهلوانان احتیاج داریم. پهلوانان مثل گل ریچی، مثل اینونه که تنها در جای گلهای سرخ زیبا تر روش میکنن که در گلستان باشن. یعنی باید با گلستان یا پهلوانان باشه. در زمان ما این پهلوانی رو، این قهرمانی رو در زمان حمله عراق دیدیم که حمله ای که صدام حسین هزار خبرنگار رو دعوت کرده بود، قرار بود در اهواز جشن خطبه پیروزی رو بخونه. اینا خلبانان ایرانی که در زندان بودن، از زندان به وسیله بنی‌صدر آزاد شدن و چنان اعتماد به این خلبانانی که به طورشون ترس و منتظر اعدام بودن، به چنان اعتمادی به اینها کرد و با یک سخنرانی در پایگاه رسول اینها داوطلب پرواز مرگ شدن. درست. یک روزنی تانک‌های عراقی رو که از چرخ عبور کرده و به نزدیکی دفتر رسیده بودن اونقدر زدن تا اینها رو به اون طرف چرخه روندن و پاتوریتن تا با مثلا یک خط دفاعی رو بتونن ایجاد بکنن که اون برنامه صدام رو بشه کس بکشونن. یعنی قهرمانی و پهلوانی خلبانان ما نبود، الان ما نمیدونیم ایران ما، چون صدام که میدونیم که برنامه برای تجزیه ایران به 5 جمهوری داشته. درسته. یعنی پهلوانی هاست دیگه و اما به این نوع چیزها و به این نوع قهرمانی ها که الان بیشتر هر زمان نیاز داره. در هر صحنه، در صحنه علم، فرهنگ، هنر، مسئله در تمامش. بله درست. و در دفاع از وطن. و خب متاسفانه این نظام نحس ولایت فقیه دقیقا آمده که همین که شما دارید میفرمایید، پهلوانها رو در ادبیات، پهلوانها رو در دانش، پهلوانها رو در سیاست، پهلوانها رو در اقتصاد. همکنون که لحظاتی پیش با دوست بسیار گرامی دکتر فریبرز رئیس‌دانا صحبت می کردم، بار دیگر توطئه چیدن که او رو به زندان بیفکنن. امیدوارم دست به این خطا نزنن، ولی اگر دست به این خطا بزنن من نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط این رو در این بخش اعلام بکنم در خدمت شما که دکتر فریبرز رئیس‌دانا براش توطئه چیدن که بار دیگر و این دفعه بسیار طولانی تر، نه یک سال، به زندان بیفکنن. این نظام آمده تا ایران و بنیاد ایران رو از بیخوبون به نوکریه، یعنی آنچه که این نظام میکنه برای خدمت به امریکا و انگلیس میکنه و همراهان کشورهای دیگری که همراه اونها هست، آمده برای براندازی ایران. بفرمایید. استبداد خصوص به استبداد ایرانیش استعداد رو بر نمیتابه. دقیقا. استعداد وحشت داره، سر در سرکوب استبداد داره. درست. برای همین من یک فیلمی رو اخیراً افراد طلبا پخش کردم که نیم ساعته که این در زمانی که در مدرسه به تحقیل نشسته بودن، من این فیلم رو نیم ساعته رو من نگاه کردم. دیگه مطلبی که ترج که من رو به ترج قرار داد این بود که در این جمع نمایندگان و اینها چقدر سطح آگاهی و حسیاتی پایین بود. بله اینطور که من گفتم وای این نمانده و یاد این رو افتن که زمانی که این نتیجه همون جنگ تخصص و مکتبی بود که در بعد از انقلاب در زمان بنی‌صدر را انداختن که برای اینکه متخصص و اینی که متخصص نداشتن پیشنهاد آقای کیانوری شد که شما چه کنید مثلا به مکتبی رو با اون داستان لنین رو گفتش که لنین مثلا بهش گفتن که رئیس بانک مرکزی نداریم، رانجش رو کرد به رئیس بانک مرکزی. که اون موقع مثلا مکتبی رو مطرح کردن، مکتبی یعنی بی سواد. درسته.
آقای دکتر میبخشید 5 دقیقه هم از وقتمون گذشت. باشه بله، برای اینکه حجم برنامه زیاد نشه من این عرضو میکنم، از شما ممنونم، امیدوارم روزگار برای شما و یکایک مردم ایران رو به بهبود باشه هرچه زودتر و شاهد نجات مردم ایران از دست شیخ و شاه باشه. انشالله شما خوش. درود به شما تا هفته تا برنامه آیم. شما شما خوش. خب همیهنان گرامی، لحظاتی دیگر با آقای دکتر رئیس‌دانا خواهم بود، البته ایشان سخنی در این مورد نمیگویند، دلیل محکمی داره که چرا نمیگویند، ولی متاسفم که در صحبت خصوصی که با ایشان داشتم مطالبی رو عنوان کردن که بوی آن میدهد که، چون میدونید دکتر رئیس‌دانا برخلاف بسیاری دیگر که نام نمیبرم داوطلب مبارزه است، داوطلب مصاحبه است. بسیارانی دیگر رو در این برنامه من باید دنبالشون بدوم، التماسشون کنم، ای تلفن بکنم، نباشن، باشن، ولی دکتر رئیس‌دانا داوطلبه. هر آن زمان که به او از او خواهش کردم نه نگفت. چرا نه نگفت؟ نه تنها منتی بر سر من گذاشت که نه نگفت، ولی قصد او یه چیز دیگه است. قصد اینه که فریاد مظلومان و ستم دیدگان ایران رو به گوش جهان برسونه، به گوش شما و من برسونه، و من سراغ ندارم کسی رو مثل او. ببخشید وقت ما خیلی گذشت از 30 دقیقه، تا لحظات دیگر که با آقای دکتر رئیس‌دانا خواهم بود، با شما بدرود میگم، روز و روزگارتان خوش، زنده باد استقلال، زنده باد آزادی، زنده باد عدالت اجتماعی در ایران فردا.